امروز با دکتر هوبان میخوایم راجع به پوست صحبت کنیم. میخوایم صحبت کنیم باشه. بله، دکتر هوبان یکی از دوستان من از 16 سالگی درماتولوژیستشون دکتر پوستش بهش انتیبیوتیک داده برای صورتش. آها. چند تا کرم یه قرص هم میخوره برای اکنی. شما فکراتون چیه؟ من فکرم اینه که خوب شده. ببین هنوز اکنی، اگه نخوره اکنی داره. اگر بخوره؟ اگه بخوره کنترولد. کنترول میشه. خب پس این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که ریشه یا اون عامل حل نشده، یعنی اون شناسایی نشده. بله. ببین اکثر ناراحتی های پوستی، نمیگم همشون، ولی شاید 1% بسیار بالایی از هر گونه ناراحتی پوستی، میگن پوست آینه درونه. درسته. از درون ما سرچشمه میگیره. حالا بعضیا ژنتیک نمیتونه باشه. ژنتیک که خب همه چی میتونه، یا مامان و باباشون پوستشون بد باشه. درسته. هر چیزی میتونه یک عامل ژنتیک داشته باشه. مثلا یک شخص ممکنه پدر مادرش مثلا آرتروز زیاد دارن، اون شخص هم اگر روش زندگی اشتباه داشته باشه آرتروز بشه. اون یکی مثلا میگرن دارن، ممکنه ایمیگرن رو بیشتر توسعه بده. ولی نهایتا اون روش زندگی ما هست که تعیین کننده سرنوشت ما هستش. پس شما فکر میکنین دوست من که مثلا اکنی داره، شاید چند تا از دلیلاش چی باشه؟ آها. یکیش استرسه. خب خیلی مهمه. درسته. ما بعد مطالعه کنیم اولا کی شروع شده. مثلا اگر در 13-14 سالگی شروع شده، احتمال خیلی زیاد داره که به خاطر هورموناش باشه. بله. خب بسیاری از مواقع اون چیزایی که ما میخوریم، غذاهایی که میخوریم، اگر مواد قندی و شیرینی زیاد درش باشه، در بسیاری از اشخاص لبنیات و در بسیاری از اشخاص مواد سرخ کردنی یا غذاهای جانک فود یا هایدروجنیتد فت یا به هر حال اون هر نوع غذایی که روغن درش داغ شده باشه. بله. خب همه اینا میتونه باعث بشه که اثر بذاره روی پوست، به خاطر اینکه دستگاه گوارش رو مختل میکنه. یکی دیگه از اثرایی که میذاره روی کبده، و یکی از مهمترین جورایی که کبد خودش رو نشون میده، هر گونه حالتی به کبد دست بده پوست فوری خودش رو نشون میده. دکتر هوبان، خب این خیلی مهم بود که یاد بگیریم که از این چیزا دور بمونیم، غذای سرخ کرده و اینا. حالا بتونیم این بحثو بیشتر اینو حتما بعد ادامه بدیم. متأسفانه الان مثل این که وقتمون تقریبا رو به اتمام.